که اینو ببینیم قیمتش بر اساس کوین بیس گفته. ببینید اینجا اون فلشه هست. الان وضعیت پیش بینی ایشون این بوده که میاد، من الان رو 37 و 500 500 خورده‌ای داره معامله میشه. اینو که بالا پایینش بکنید این فلشه رو ببینید، من میام روی این کف این در نظر میگم 34166 دیده ایشون که میاد یه تاچی میکنه و حرکت میکنه به بالا در اولین جایی که میتونه، مثلا یعنی اون مید رنجی که تاچ میکنه 47000 خورده ای هست. اینجا یه دونه فلش آبی میشه لود نیو بار، بار این چیزاست، همین سبز و قرمز رو میبینید بالا پایین رفته، کندل هایی که نوسان قیمت رو داره نشون میده. من روی این پلی میکنم، دیدین؟ من اگر مشکلی پیش نیاره یه بک بزنم اینو برش گردونه. اینجا چند تا کندل به ما اضافه کرد، میبینید چند تا کندل اضافه کرد. و خب حالا اسکرول کنم بیام پایین تر، توضیح داده که مثلا بین رنج 31000 تا 42000 تا میتونه نوسان داشته باشه و ممکنه که مثلا بازار برای حتی مثلا یک ماه یا حد اکثر دو ماه با توجه به این تعداد کندلی که زده ساید بشه. این ساید وی اینجا منظورش اینه که رنج بشه. رنج شدن یعنی چی؟ شما تو بورس میبینید دیگه، مثلا یه سهمی میاد رو 1500 تومن تا 1900 تومن میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. اصطلاحا میگن بازار رنج شده، نه بازار حالت صعودی داره نه حالت نزولی داره. یه سری سرمایه گذار و نوسانگیر افتادن روی اون سهمه، دارن ازش نوسان میگیرن و نه پتانسیلی برای ریزش هست نه برای رشد. علی حال پس با خوندن اینها شما قسمت عمده ای از کار رو متوجه میشین، خوندن تحلیل آدمای تحلیلگر و ضمناً ریویوی که بقیه گذاشتن، یعنی اون کامنت هایی که گذاشتن. این آقا که این چیزو نوشته یا خانومی که این نوشته 22 ساعت قبل 19 تا لایک گرفته. من برم بالا مثلا رو قوی ترین یعنی جدیدترین تحلیل که اومده نگاه بکنیم. حالا مثلا ایشون رو باز میکنم ببینم که پیشبینی هاش تو چه اردری بوده. البته این خیلی بالا دیده، میگه که ایشون تا مثلا کف 33 رو 34 رو دیده تقریبا. نه دیدین دو تا، پس الان یه نقطه پیدا شد. من نوعی بدون دونستن آشنایی با تحلیل تکنیکال تونستم دو سه تا چهار تا پنج تا ده تا تحلیل آدم های حرفه‌ای رو بر اساس مثلا اون تیکتی که بغلش خورده یا اونایی که میتونستم فالو کنن رسیدم. میگه که تو یه دونه الگوی باز شونده با کف 34000 خورده، حالا یه ماینس پلاس به این اضافه کن، مثلا 2300 دلار بهش اضافه کن کم کن، یه کفی رو ساخته. حالا ایشون اومده یه حد اکثر خیلی بیشتر از 50000 دلار رو داره میبینه، اما توی یه تایم بزرگتر. ببینید این توی این نقطه پایین که من وایسم میگه حدود 21 ژانویه بعد در این حدود باشه. امروز چند ژانویه هست؟ 16، درست میگم؟ امروز 16 بعد باشه دیگه، روی کامپیوتر من 16 هم خورده. و میگه 20 ژانویه 2021 بعد توی مثلا توی این محدوده حداقلی باشه و این میتونه رشد بکنه برسه مثلا به یه عددهای بالاتری تا اواخر ژانویه. خب اسکرول کنیم بیایم پایین تر، میبینید که چه توضیح مفصلی هم داده در مورد معاملات شورت و لانگ، هم توضیح داده، یه اشاراتی هم این تو داشته و میگه که بازار همچنان بولیشه. ببین اون گاوی و خرسی که خاطرتون هست، گاوی میشه همراه با سود و رشد، خرسی هم میشه با مثلا ترس و لرز و ریزش بازار. و خب پیش بینی کرد جای نگرانی هم نیستش، نوسانات در این محدوده طبیعیه و اینکه این تغییرات و این الگوه به معنی دان ترند، یعنی روندهای نزولی نیستش. و خب اسکرول هم کنیم بیام پایین تر، میبینیم که حالا بقیه اومدن نظرشون رو نوشتن و حتی اومدن پیش بینی کرده این دوستمون که مثلا اینجوری زیگزاگ میزنه تا مثلا 29000 هم میتونه کاهش پیدا کنه یا حتی کمتر از اون 27000، که این الگویی که اینجا ایشون کشیده الگوی خرچنگ هست و
داره از این مدل برای پیش بینی قیمت استفاده میکنه. در نظر داشته باشید که همه تحلیلگران و همه کسانی که تو این بازار دارن از یه فکت استفاده میکنن قرار نیست همشون یه نظر داشته باشن. چرا؟ چون هر کسی بر اساس تجربه معامله‌گری خودش و حسی که از بازار داره یک پیش بینی رو انجام میده. حالا یه سری آدم ها کارکترشون اینه که کاملا آدم های مثبتی هستن، یه سری کارکترشون آدم های منفی هستن و تبادل این دوتا نظر میتونه ما رو در یه نقطه خوبی نگه داره. حالا این دوستمون اومده گفت مثلا 34,000 تا میتونه یه نقطه مهمی باشه که اگر بیاد پایین تر از این قرار بگیره میتونی شما از بازار کامل خارج بشین. حالا یا این ایشون هم اومده گفته که این ایدهشو داده، گفته حالا مثلا شما میتونید چک کنید که اومده امواج الیوتی شمرده، 1 2 3 دوباره 4، یه 5 بزرگ که میتونه تا نزدیکی حدود 50,000 دلار هم رشد بکنه. میبینید تحلیل های متفاوتی وجود داره. من پس به راحتی تونستم بیام در یک فورومی که مربوط به فقط به ویژه به صورت بیت کوین بود بیام ببینم که چه پیشبینی هایی وجود داره و از همشون همه رو خوندم، ولی بر اساس هیچ کنش قرار نیست معامله کنم. چرا که قرار شد شما دوستان حتما اون دوره تحلیل تکنیکال رو بگذرونید. من میبینم که تو این دوره های پیشرفته کریپتوکارنسی میان میگن دوره های پیشرفته آموزش تحلیلگری پیشرفته و میان فقط تحلیل تکنیکال یاد میدن. خب تکنیکال در تمام بازارها یکسانه. شما اصلا برید دوره تحلیل تکنیکال بگذرونید، سی دی هاشو بگیرید، کتابشو بخونید، کتاب آقای کامیار ترجمه که آقای کامیار فرانی کرده اونو بخونید یاد میگیرید. پس این ویژه بازار کریپتو، طلا، نفت و سایر کامودیتی ها یا بورس اوراق بهادار نیست، یه روشه، یه پترنه که شما یاد میگیرید. اما نکات مربوط به اون بازار مهمه که گفته بشه که خب فکر میکنم من حداقل تو سرفصلایی که دیدم اشاره ای به این مباحث نشده بود. دقیقا جایی که تحلیلگر تکنیکال در شک و تردیده میگه، اگر مثلا همین این دوستمون رو ببینید همین جا که الان موسم من داره میچرخه، مثلا اگه اینجا رو شیکوند اومد پایین چی میشه، اگر نه حالا داره میگه پیش بینی میکنه میره بالا. خب توی این نقطه کلی شک و تردید وجود داره. یا اون نقطه 34,000 که گفتن میتونه نقطه خروج باشه، تصمیم گیری باشه برای ادامه روند. پس حالا توی اون نقطه با چه درصد اطمینان بیشتری من میتونم بفروشم بیام از بازار بیرون یا وایسم توش؟ دقیقا این همون بحث دو هفته پیشمون هست که من اشاره داشتم به تحلیلگرانی که حتی دوستانی که تو اینستاگرام فارسی زبانی که تو اینستاگرام صفحه دارن و دارن هر روز پست میذارن، گفتم چرا، سوال این بود که چرا اکثرا رو 20,000 این اشتباه رو کردن و گفتن که میریزه تا 12,000، در صورتی که این اتفاق نیفتاد. یه استارتاپ 24 32 42 دوباره 33 و 4 و همینجور داره میچرخه. آیا این اتفاق دوباره میتونه بیفته؟ به این خاطری که یه سری فاکتورهای مهم رو در نظر نگرفتن. اون فاکتورهای مهم مثلا جریان انتقال بیت کوین از کیف پولها به صرافی و بالعکس. وقتی که میبینی از کیف پولها داره سرازیر میشه، یعنی روند مهمه. ببینید ما پوینت تو پوینت نمیخوایم، فقط نمیخوایم یه نقطه رو چک کنیم، این مجموعه نقاط رو میخوایم کنار هم بذاریم که اصطلاحا بهش میگیم روند. روند مثلا 3 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، 2 هفته گذشته به چه صورتی. اگر میبینیم پمپاژ ارز به صرافی وجود داره، یعنی این آماده میشن دست رو ماشه به قول این دوستان بورسی که شروع کنن فروختن. پس احتمال داره تو این نقاط درگیری اگر داره میرسه به یه سختی به این راحتی نتونه اونو تو این گام رد بکنه. و این برای کسی که دیلی تریدر هستن، میخوان در روز بخرن بفروشن. اونی که میخواد سرمایه گذاری بلند مدت انجام بده خیلی خودش درگیر این الگوهای کوتاه مدت نمیکنه، بلکه بلند مدت تر به مسئله داره نگاه میکنه و خب خیلی نمیاد برای خرید و فروش اقدام کنه. حالا من میام بالاتر. ببینید این صفحه‌ای که باز شد، روند قیمتی بیت کوین رو من مثلا این آلا که اگر بزنم، ببینید از چه عددی رو داره نمایش میده اینجا و نوسانات اینو تا اخیر که الان 35,800 داره تو بیت بی نشون میده. بیت استمپ، کوین بیس، بیت فینیکس، بای بیت، جنیمی و اواندا و چند تا دیگه هم اینجا هی بزنیم برای ما صرافی مختلف رو میره که رو هر کدوم کلیک بکنیم
قیمت های نمودار، حالا این چون خیلی دیگه سر حالا اینجا نوشته دیگه، برای ما اضافه میکنه، میبینید رنگ های دیگه اضافه میکنه برای ما. این هم رنگ سبز، البته خب رو همین تقریبا افتاده. من اگر برگردم روی مثلا کوین بیس، میبینید یه مقداری با هم تفاوت داره و داره اطلاعات